محمد، یه رقابتی هم تو با آقای همایون شجریان داری. چرا؟ توی استفاده از کلمه دل. مثلا بچه‌ها یه دونه از دل به دل، دل این دل دل مرده بده، یه ترانه گفته بودم. خوندی اینجا؟ یه ترانه خونده بودم سال فکر می‌کنم آره دیگه 89 بود. دل به دل، دل این آره. دل دل مرده بده. سه بار میشه پشت سرم بگینو؟ دل به دل، دل این دل دل مرده بده. دل به دل، دل این دل دل مرده بده. دل به دل. بعدش هم یه بده دل که بد آورده. بده دل که بد آورده. آره، این چیه داستان انتخاب کلمه دل؟ تو ترکات خیلی زیاده. دوست دارم همون چیزی که اول گفتگو گفتی دیگه، گفتی من خیلی دلی میرم جلو. دوست دارم دلو، دوست دارم دیگه. سریالشو نخوندم. قعود بخونی ولی نخوندم اصلا. نشد که بشه. من نخوندم. آها. از 10 به مارکت موسیقی الان ایران چند میدی؟ 3. چرا؟ به آرتیستا نه، به وضعیت کلیش. به وضعیت کلی موسیقی ایران 3. اینقدر اوضاعمون بده؟ خیلی اوضاع خرابه. چیا اذیتت میکنه تو به عنوان کسی که آدمایی که تو موسیقی نیستن و اظهار نظر در مورد موسیقی میکنن، آدمایی که اصلا موسیقی نمیدونن چی هست ولی دوست دارن که در مورد موسیقی حرف بزنن، دوست دارن مثلا بیان یه موسیقی رو تهیه کنن. چرا؟ چون شهرت بسشون به وجود میاره؟ حالا آخه شهرته که خود دوست دارم دیگه، شهرت دوست دارم. داریم واقعا تهیه کننده ای که اصلا جهانش بیزینسش اصلا یه چیز دیگه؟ نه، من 100% صحبت نمی کنم. من اون سه هم گذاشتم برای اون بقیه دیگه. آه، اون سه هم لطف کردی یعنی؟ نه نه، برای اون بقیه گذاشتم. قطعا ما تهیه کننده هایی در موسیقی داریم که به شدت به موسیقی ما کمک کرد. اگر که میشد صدای یه نفری رو بتونی انتخاب بکنی و جای صدای خودت بذاری، کیو انتخاب میکردی از صداها؟ صدای خودت که محشره، اون که به کنار، ولی یه انتخاب داری از بچه هایی که الانن این وریا اون وریا از کسایی که حتی من به شدت صدای بهنام رو دوست دارم چون به شدت خواننده است، ادا نیست. از نسل جدید به شدت دوستش دارم، هم شخصیتش رو دوست دارم و هم به شدت صداش رو دوست دارم. بهنام و امثال بهنام سرمایه های هنری این مملکت هستند. امیدوارم که همه ماهایی که در این موسیقی هستیم قدر این صداها رو بدونیم، مواظبشون باشیم. یه نکته جالبی راجبه محمد علیزاده بد نیست بدونیم، اونم اینه که از خود آقای محمد اصفهانی بابت ترکاش بیشتر پول درآورده. خیلی قصه جذابی داره. آقای اصفهانی هم دو حالت بیشتر، یا حلال نمیکنه یا شکایت میکنه. کدومش اتفاق افتاد؟ حلال میکنه. یه سکانس جذابه، اینو میشه تعریف کنی؟ من خب به شدت طرفدار آقای دکتر اصفهانی هستم، ارادت به ایشون دارم و ایشون یکی از خواننده هایی هستن که در به نسل من برای اینکه خواننده بشیم خیلی کمک کردن و گوش دادن به آلبوم های ایشون به نظر من کلاس درس بود برای امثال من و ایشون به شدت خوانندن. بله قطعا خواننده به دنیا اومد. یه سری ها خواننده به دنیا میان، یه سری ها دوست دارن خواننده باشن. اونا که خواننده به دنیا میان که خب تکلیف معلومه و آره میترکونن، یه سری هم دوست دارن خواننده بشن، اونها هم میان میترکونن. اما اون اتفاقی که برای اونهایی که خواننده به دنیا میان طول عمرشون احساس میکنم خیلی بیشتره و این طول عمر باعث میشه که ماناتر بشن و ماندگارتر بشن. و آقای اصفهانی جزء اوناست. بله، من سال 79 یا 78 18 سالم بود، من موسیقی سنتی کار میکردم. خب یکی از افتخارات هم اینه که اصلا موسیقی سنتی ایرانی رو کار کردم، ردیف آوازی کار کردم
اون موقع من یادم پدر، حالا یه ذره عقب‌تر بری، من پدرم تازه بازنشسته شده بود از آموزش و پرورش و من فکر کنم 13 14 سالم بود. خب اون موقع هم قربونشون برم انقدر خوشفکر بودن آقایون، وقتی بازنشسته میشد تا 6 ماه به بازنشسته حقوق نمیدادن. آه حالا نمیدونست این بازنشسته مثلا چجوری باید زندگیشو به چرخونه. 6 ماه حقوق در کار نبوده. مدیرای گل و بلبل اون موقع این کار رو میکرد. منم خب به دلیل اینکه خب این رو فهمیدم که سنم حالا 13 14 سالم بود، ولی خب متوجه میشدم که خانواده در مضیقه است و بالاخره باید خیلی حساب شده تر هزینه بکنم. واسه همین برای کلاس آوازا اون موقع چیز بود، واکمن یاد باشه، ما واکمن می‌بردیم سر کلاس آواز که استاد یه گوشه‌ای رو به ما یاد بده، ما با واکمن اینو تمرین می‌کردیم، ضبطش می‌کردیم و بعد می‌بردیم تو خونه تمرین می‌کردیم. خب من اینو به پدرم نگفتم که برام بخره و اینها، و واکمن هم نداشتم. از کرج میومدم، یادم اون موقع حفظایشای موسیقی صدا و سیما تو خیابون ویلا بود، یه استادی داشتم ان شاءالله هر جا اصلا زنده باشن، جناب عبدالحسینی، و اون توی اون دوره باز مثلا شاگرد آقای شاپور رحیمی بودم، توی یه دوره بعد شاگرد آقای مخدوم بودم، یه دوره دیگه خدا رحمتشون کنه شاگرد آقای رجب اسلامی بودم. همینطور کلی کیف می‌کردیم از یاد می‌رفتی جلو. آره بعد می‌رفتم، خب واکمن نداشتم، مجبور بودم گوشمو تیز کنم، گوشه‌ها رو که استاد یاد به من میده اونو در ذهنم بیارم، و یه جوری بود که وقتی از کلاس می اومدم از کسی با کسی حرف نمی زدم، مستقیم می اومدم تو راه می خوندم، بعد می اومدم سوار اتوبوس می شدم تا بیام کرج. بعد وقتی می خوندم مثلا می گفتم بعد همجوری صدای پخش می شد، بعد می گفت مردم فهم کردم گفتن آقا این طفلی آخه واکمن چند بود مگه اون موقع؟ نمی دونم، ولی واقعا نبود پولش؟ نه بود. فشار نمی آوردی به خانواده؟ ولی واکمن ارجحیت نبود که من بخوام با اون فشار بیارم که بخوام. من واسه همین گوشم به شدت قوی شد. آفرین. و جالبه بهت بگم بچه، من بعد از یه مدتی شاهد ارشد کلاسمون شدم، و اینکه دلایلش هم این بود که به خاطر اینکه واکمن نشدم گوشم به شدت قوی شده بود، گوشه ها رو دیگه سریع میگرفتم، یا بعدها توی پاپ وقتی ملودی برام می آوردن سری ملودی رو با ملودی کنار می اومدم، یا سری می گفتم این مثلا کنار نمی اومدم. و این اتفاق شد. من میگم موسیقی سنتی که کار میکردم و اینا رو کاری ندارم. بعد یه روز پسرعمه من آقای دکتر طولویی به من زنگ زد، گفتش که محمد میری قشم؟ منم 17 18 سالم، گفتم قشم برم چیکار؟ گفت شب، گفت عیده، اونجا 5 شب برنامه است و به تو شبی 60,000 تومان میدن. دیده بود خوندن تو رو؟ پسر عمه خودم بود. آره دیده بود. الان هم بهش سلام میکنم، باعث افتخار منه که اصلا پسر داییشم. یعنی گفت 5 شب دیدم 300,000 تومان پول میشه. خب یه چیزی هم کرده بودم که از سنتی یه چیز دارم بیام پاپ ببینم چجوریه و اینا، اما خب خیلی هم بلد نبودم این کار رو. بعد یادمه که یه آقایی بود و یک دوست خوب من بود، آقای جعفری که هر جا هست الان زنده باشه، من سال 76 یا 77 7 یا 8 بهمن 77 ما 6 ماه در مورد موسیقی مقام خراسان چیز کرده بودیم، مطالعه کرده بودیم و اینو بردیم روی استیج با هم. اولین باری که من روی استیج رفتم تو این سال بود، ولی در مقام موسیقی سنتی. درسته. دومین بار این استیجی بود که من باید میرفتم. بعد میرفتی قش. آره گفتم خب چیکار باید بکنم؟ گفت هیچی دیگه، آهنگای اینو اونو بخون. گفتم نه بابا چقدر خوبه. گفت آهنگای اینو بخونم پولم بهم میدین؟ گفتن آره. گفتم چقدر آدمای خوبی هستین، بیشتر آهنگای کیو گوش میکردی؟ گفتم چه آدمای خوبی هستین، اصلا عالی. بعد علی جعفری پرکاشن میزد، یک دوست دیگه ای رو پیدا کردیم برای محمد رضوانی که بعدا تو بچهای بند 7 میزد، یا آقای محمودی نامی بود که از ارمنستان اومده بود فلوت میزد، و یه آقایی بود که کیبورد میزد. اون آقایی که داشت می‌خواست کیبورد میزد، ما وسط تمرین که حالا مثلا من داشتم از شادمهر، آقای شادمهر میخوندم، از آقای اصفهانی میخوندم، و حالا دوستا خواننده دیگه که واقعا حضور ذهنم، مثلا آقای سپهر رو یادم کاراشو میخوندم،
یا مثلا آقای نوری رو خدا بیامرز یادم کاراشو میخوندم و تمرین میکردیم که بریم روی استیج، توی همون کرج داشتیم تمرین میکردیم. بابای این دوستمون که کیبورد میزد یه روز اومد به من گفتش که یه چک مثلا چقدر مثلا 1,000,000 تومانی حالا یادم نمیاد باید به من بدی به خاطر ضمانت کیبورد پسرم و پسر و خود پسرم. گفتم آقا چرا ما میخواییم بریم موزیک بزنیم، پسر شما هم پسرش هم میگفت گارانتی کنید. آره گارانتی کنید. حالا کاری نداریم، باش صحبت کردیم و این اتفاق افتاد. یادم اون تایم ایشون 20 تومن میگرفت هر اجرایی، آقای محمود 10 تومن میگرفت، آقای محمد رضوانی 10 تومن میگرفت، آقای جعفری 10 تومن میگرفت، شد 50 تومن، 10 تومن هم برای خودم موند. و من رفتم توی قش، سه جلسه اول رفتم خیلی شلوغ شد، آهنگای اینو اونو میخوندم، بعد منم واسم جذاب بود و اینا. شب روز سوم که تموم شد، روز صبحش اومدن توی هتل گفتن که امشب باید بری یه جای دیگه برنامه اجرا کنی. گفتم چرا؟ گفتن که شما چشچرونی کردی روی. گفتم آقا میخوایم بگین ما اجرا نکنیم، خب دلیل خوبی نیست. آخه طبیعی هم از این دهی جلسال آدم نه اصلا خب نمیکرد، آخه برای چی من باید این کار میکردم؟ سر کدوم ترکو خیلی استیجت میرفت هوا میترکون؟ خیلی مثلا کارهای آقای شادمهر میرفت، کارهای آقای اصفهانی واقعا میرفت و من هم سعی نمیکردم شادمهر رو شادمهر خودشون هم میگرفتی. آها نه نه فرم محمد میخوندم، فقط ترانه هاشونو میخوندم. ولی خب بعد دیگه اینا دیدن شلوغ شد و اصلا یه داستانی شد و اتفاقاتی که دیگه مردم مثلا ساعت 8 اگه شروع میشد از ساعت 6 میومدن میشستن توی سالن. اسمش سینما دریا بود دقیقا، یه فضای بازی بود که پشت ما هم چیز بود، چی بهش میگن، دریا بود. بح بح. من از و شب چهارم و پنجم رفتم یه جایی اطراف قشم که یادم بچه ها عزیزم همی با دوچرخه میمادم، من برای بچه ها میخوندم. بعد بابا. اونجا البته بعد آهوی دارم خوشگله میخوندم دیگه. سنینی که میمادن نگاه میکردن برنامه رو این بود. ولی خب اتفاق قشنگی بود. اونجا استارت موزیک پاپ برای من خورد و من اونجا با یه آقای آشنا شدم که کرمانش، یعنی بعد از استیج هم اومد گفت من فلانی هستم، دوست صمیمی دکتر محمد رضا چراغ علی. من یهو گفتم نه بابا، گفتم پس گفت هم ببرمت پیشش. و من رو بعد یادم اومدم کرج، بعد 14 فروردین بهش زنگ زدم و تاریخش رو اگر بگم 17 فروردین با محمد رضا چراغ علی توی استودیو بل قرار گذاشت. من اونجا محمد رضا جان استارت جدی محمد علیزاده توی موسیقی از اونجا خورد. اصلا اونجا دیگه احساس کردم که به شدت این موسیقی عاشقانه مردمی رو دوست دارم. هیچ وقت نپرسیدی که چی شد اون سه شب بعدش دیگه حذفت کردن از اون استیج قش؟ مهم نبود آخه. وقتی که میان به تو یه انگی میزنن یعنی خیلی کوچیکن دیگه، آدم با آدم کوچیک زیاد جر و بحث نمی‌کنه. ولی عاشق دلیلش میشدم. آره یعنی یه چیزی گفتن که گرفت، خیلی دلم گرفت. ولی اونجا یاد گرفتم که محمد موسیقی کار کردن اینجا اینجوریه، یه روز بهت ممکنه انگ بزنن، یه روز ممکنه حالتو بد کنن، یه روز ممکنه بگن تو بلد نیستی، یه روز ممکنه بگن تو نمیتونی، ولی یادت باشه که به خودت ثابت کنی که میتونی از همه بهتر باشی. آفرین. یادت باشه به خودت میتونی، به خودت ثابت کن، نمیخواد به کسی ثابت کنی، به خودت ثابت کن که میترکونی. یه روزی همه این ماشینایی که رد میشن تو رو گوش میدن، یه روزی همه این آدمایی که میبینی تو خیابونن تو رو میشناسن، یه روزی همه این آدما وقتی با تو سلام علیک میکنن میگن وای ما این موزیک تو با ما این کارو کرد، با ما این اتفاق شد، همش شد. حسین جشنواره مردمی انتخاب 1400